روز صفر سعید ملکان. روز صفر چطور بود؟ ببین خیلی فیلم عجیبیه راستش. دو سه تا کار میکنه، یکی این که یه فیلم خیلی اکشن هالیوودی با تعریف در واقع جیسون بورن و جیمز باند و ایناست، مدلش مدل در واقع اتفاقی که از سریال الیاس جی آبرامز شروع شد و بعد در واقع به فیلم های چیز راه بورن و اینا راه پیدا کرد، اینکه قصه در 4-5 کشور مختلف همزمان بگذره، مأمور در واقع از اینجا به اینجا منتقل بشه و کار بکنه و اینا، خیلی فرمولی در واقع هالیوودی این سال هاست و به نظرم موفق بودم ملکان توی اجرای قصه ای از این جنس. نکته دومش اینه که یه امیر جدیدی خیلی عجیب و غریب داره، چه به لحاظ بازی چه به لحاظ کاراکتر. توی سینمای ایران من به یاد ندارم مأمور امنیتی که پیشینه سیاسی، مذهبی، جنگی اینا نداشته باشه، یعنی یک مأمور جوان کاملا شکارچی، یعنی هیچ کاملا نوبادیه، هیچ کسه و در تمام طول قصه آدم ها از پیشینش خبر ندارند. یکی دو جا حتی با این قضیه شوخی میشه که مثلا یه جایی رفته یه چیز گفته یادش هم نیست مثلا اینو به این هم گفته که مثلا دو تا بچه دارم مثلا اینو میگه که بچه ندارم و هیچ کس نمیدونه واقعا این کیه و چی پشت سرشه. این هم خیلی جذابه و یه وطن پرستی هم پشتشه و یک عرقی به خاک داره که به هر حال بر ناسیونالیستی ما رو قلقلک میده و احتمالاً خوشخوشانمون میشه. ولی اینکه انتخاب که فیلم تو گیشه موفق خواهد بود به نظرم آره، به نظرم آره. چرا؟ یه چه عناصری داره که فیلم اکشن دیگه، فیلم اکشن هالیوودیه، جذاب دیگه. به نظرم چه بعد اون فیلماست که آره تماشاگر عام قطعاً جذبش خواهد شد. وقتی قصه یه در واقع قبلی یعنی شبکه ماه کامل شد کار کرد با حالا برای ملودرامش، به نظرم این خیلی بیشتر از اون میتونه کار کنه تو گیشه. بسیار عالی. بریم سراغ فیلم تومان. آره فیلم مرتضا فرشباز. آره آره به اینا هم خیلی پیشنهادهای جدیدی هم به نظرم سینما ایران، یعنی همین فیلم ملکان پیشنهاد جدیدیه تو در دوزه. آره حرفی که اکشن بودنش. آره حرفی که دیشب هم زدیم با هم دیگه که این اون جشنواره پارسالیه در واقع ژانر رو آورد دوباره رو و پروداکشن رو آورد رو، به نظرم اینا همین چیزاشن دیگه، پس لرزه هاشن، یعنی بعد از حالا تختی اون همون تیم در واقع این فیلم رو روز صفر رو کار کرده. مثلا فیلم تومان دو سال پیش ساخته شده بود. آره تومان هم همزمان با چیزیناس فکر کنم دیگه. بله. همزمان با همون سورتوس. بله همزمان با پارسال. بله تو همون تبس دقیقا. تومان هم مثلا به نظرم خیلی خوب فیلم چیز دیگه، خیلی فیلم ژانر، خیلی باز دوباره حالا هوای هالیوودی داره، حالا هوای فیلم کلاهبرداری داره، شبیه اسنچ، شبیه در واقع نیشه، خیلی چیزای این شکلی داره دیگه. همه زور دین بود الانگواد نشکن خوشکه دیره همیشه پراید میشه من داری بزن بچه پول در میاری داری خرج این برگاه ها میکنی ها بچه بخوری و حالا دویا مولا بیداری چیکار کردم کل برده امروز اعلان هفته رو ببرنوش من که تصمیم نمیدونم دیگه با همه مهربون باشم با این لباسه خوشگلتر نمیشه؟ تو چرا فکر میکنی که واسه داوود با بقیه فرق میکنی؟ داوود خانه نمیذاره بیتر 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 داوود دمت گرم یه اسمه میگه میبریم. فیلمه به نظرم خیلی فیلمه سرپایی به نسبت بهمن که خب خیلی فیلم کند و آروم و اینهایی بود. من انتظار نداشتم از فرشباز این فیلمی رو. من چیز مهمترین چیزی که برام بارز شدش تو اون فیلم تلاش فیلمساز برای ایجاد کردن موقعیت‌های سینمایی با زبان سینما بود. آره. و صحبت فیلم ملکان شد، گریم بسیار بسیار موفقی هم برای آره، سعید ملکان تو این فیلم داره، فیلم داره و خیلی کمک کرده به فیلم و
همزمان یه مجموعه از طراحی صحنه و لباس هم به خیلی و اینکه فیلم رفته مثلا به قول تو پروداکشنی 3 ماه رفتن تو گنبد و اینا فیلم برداری کردن و خیلی هم مثلا که سخت این کار رو انجام دادن، زمان بر کار کردن و همزمان. ولی خب با خود مرتضی که صحبت میکردم میگفت شاید بار دوم فیلم باید شاید چیزهای جذابتری داشته باشه و میگفتش که چون پراکندگی زیادی داره دنبال کردن بعضی چیزهای کاراکترها و اینا سخت باشه، اما همزمان همین این تبدیل شده به یک ویژگی برای فیلم که تونسته فیلم رو تبدیلش بکنه به دنیا شده، تفاوتش نسبت به تفاوت روایی فیلم شده. ولی من گاهی اوقات هم گم میشدم خود من راستش. آره تو دو تا پرده به نظرم فیلم تمرکز رو از دست میده. یکی شروع قصه است، این تا یه 20 دقیقه 25 دقیقه داریم گیج میزنیم که چه اتفاقی قرار بیفته. یکی هم تو فصل افول شخصیت توی در واقع پرده ما قبل آخر که این موزل همیشگی در واقع سینما ایرانه، چون اون هیولایی که میخواد بسازه همیشه یه جایی ازش کوتاه میاد، یعنی مثلا تو مقصای کوچک زنگ زده هم همین اتفاق میفته. دقیقا جایی که تو قراره مایکل کورلونه بسازی، تو قراره مثلا پرافت بسازی، فیلم اودیار آدم اون شکلی بسازی، اون کارا رو دقیقا نمی کنی، گله رو نمی زنی، دقیقا فرو می ریزه همه. آره، چیز انگار. آره. حالا اینجا باز نجاتش میده فرشباف، یعنی بعد که اون قضیه اسب سواری و سلطان خلیفه پیش میاد و کلاهبرداری آخر پسره، باز دوباره بلندش میکنه از زمین. ولی اون حد فاصله زمین خوردن هم خیلی طولانیه و هم خیلی خودویرانگریش از جنس این فیلمه نیست، خیلی بیرون از